بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم بیا هم تاسو ته خره غلاست ویم د زربنا یوې بلې خبرونې ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د پاکستان لوړ پوړي سوداګریز او اقتصادي پلاوي هوکړه کړې ده چې له مخې به یې د افغانستان د سوداګریزو توکو لارۍ د پاکستان ټولو برخو ته په ازادانه توګه تګ راتګ کوي. همداراز هوکړه شوې ده چې د تورخم او سپین بولدک بندرونه به 24 ساعته پرانیستې وي او دا واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان او منځنۍ آسیا ته د پاکستان د سوداګرۍ په لاسرسي به هم هوکړه وشي. دا چارواکو په وینا د افغانستان د ډبرو سکرو بیه ثابته پاتې ده، خو د صادراتو لپاره یې په اسانتیاوو ډېرې خبرې شوې دي. خو اوس مهال که چېرته رښتیا هم له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ راکړه ورکړه وګورو او هغه ستونزې چې تل پاکستان ایجاد کړي دي، اوس مهال د دغه پلاوي په سفر کې موږ تاسې دا مسله حل شوې بللی شو چې نور به پاکستان په هیڅ پلمه باندې د افغان توکو او افغان لاریو لپاره بهانې نه لټوي، بلکې په آزاده توګه به تګ راتګ ترسره کولی وشي. دا هغه څه دي چې غواړم پرې بحث ترسره کړم له خپل درون میلمه ښاغلي ډاکټر جنت فهیم چکري د اقتصادي چارو له کارپو سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. چکري صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مشي. سلام علیکم جناب رافی صاحب، تاسو ته د آریانا نیوز ټول محترم همکاران او لیدونکو ته ډېره زیاته مننه. کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. غواړم په لومړي سر کې ښاغلی چکري که دا وپوښتمه، آیا د دغه پلاوي په راتګ سره موږ تاسې د ترانزیت او د سوداګرۍ په برخه کې څومره هیلې له پاکستان څخه کولی شو چې هغه تیرې ستونزې به هوارېږي او راتلونکي لپاره به هم اسانتیاوې رامنځته کړي؟ خب ما امید دارم و دعا میکنم منیس یک افغان که پاکستان بعد از این سیاست خود را در مقابل افغانستان چیزی که اعلان میکنه اما تو باز در عمل هم سیاست را باید تطبیق بکنه، یعنی سیاست اعلامی و اعمالیشان یکسان باشه. در وقتی که ما در وزارت مخابرات در یک کارمند وزارت مخابرات بودم برای تطبیق پروژه فایبر نوری که یکی از پروژه های زیربنایی اساسی در افغانستان و یکی از پروژه های ملی است که افغانستان را میتونست به تمام جهان وصل بکنه، اما یک قراردادی که با وزارت مخابرات قرارداد رقص کرده بود یک شرکت هندی بود. اونا وقتی که در حدود 20 کانتینر اموال را از طریق بندر کراچی به میخواست به افغانستان انتقال بده، وقتی که پاکستانی ها دیدن که این یک پروژه است که برای زیربنای افغانستان بسیار مهم است و پروژه زیربنایی است و این قرارداد هم یک کمپانی هندی انجام داده، تقریبا او را 4-4.5 ماه معطل قرار داد که در حدود 7.5 لک دلار دمرج بالایش وضع شد. یعنی پاکستان وقتی که میوه‌جات افغانستان، میوه تازه یا سبزیجات از افغانستان، چون در افغانستان ظرفیت نگه داشتن میوه‌جات تازه و یا سبزیجات وجود نداره، یعنی سردخانه نداریم و امکانات نگه داشتن از یک فصل به فصل دیگه نیست، بنادره در روی افغانستان، در روی تاجرای افغانستان پاکستان بسته میکردن و ما شما شاهد ازی بودیم که حتی مریضایی که از افغانستان به طرف پاکستان میرفتن به بسیار پولای هنگفت است پیش از اونها پیسه میگرفتن تا بعضشان را اجازه میدادن و فقط امرای مریض یک نفر اجازه میداد، اگر نفر دوم می بود اجازه نمیداد پاکستان برش. یعنی ما عدم صداقت پاکستان را بسیار زیاد شاهد هستیم و دیدیم. فعلا امید داریم که پاکستان منیس یک کشور اسلامی، نمیفهم برش گفتم میتونم، یعنی منیس یک کشور که همسایه خوب باشه، به امرای افغانستان صادق باشه و امرای افغانستان چیزی که میگه او کار انجام بده. فعلا منفعت پاکستان زیاد متصور است به خاطر انتقال. خاغل چکری کام دی برخه که پختنه مطرح کمه، اوس محال دغه سوداگریز پلاوی چه پلازمین کابل ترازی و ده سوداگری وزارت لچارواک سره دوی لیده کاته ترسره کیوی، اساسی مسئل داو رختیا هم چه دلته د اسانتیاوی په تاگ را تک کرا مینسته شی ادا چه نه هم دغه د ډبرو د اسکرو مسئله و چه پا افغانستان که هم تون غبرگنونه لزان سره درلو دل او د یو تون بای لنوی سخه 200 امریکایی دالر رو تا دغه بای پورتش للا چه فکر کوئی چه دی پلاوی را تک تر دیره کم ارخ سخه بله لیشو؟
خب شهباز شریف که اعلان کرد که در حدود 2 میلیارد دلار ما مفاد از تناز بخش زغال بر پاکستان ما عاید داریم، این معنای است که از منابع و از معدن افغانستان، از مفاد افغانستان، اونو مفاد برای خود حساب کردن که ما در حدود 2 میلیارد دلار منفعت داریم. یک اصل که در اقتصاد است بحث عرضه و تقاضاست. از امارت اسلامی خواهش ما، خصوصا وزارت معدن، حتی وزارت مالیه یا خصوصا بخش اداره محیط زیست، امی است که وقتی که تقاضا برای یک جنس در یک مارکت پیدا میشه، میشه که قیمت بالا ببرند و این بحث حقوق عامه جماعت رسم بتانند که قیمت بالا ببرند، چون پاکستان به این زغال سنگ افغانستان که یک کیفیت بسیار بالا داره، خصوصا در تولید انرژی بسیار مهم است، میشه که وزارت معدن ایره قیمتش بالا ببره، وزارت مالیه میتونه مالیه رو سرش بلندتر وضع بکنه، حتی محیط زیست رو خراب میکنه، آب، هوا، زمین، همه و آرامش مردم را، هوای مردم را تخریب میکنه، میشه که اداره محیط زیست یک مقدار فیس خود را سرش چارج بکنه. یعنی قیمت بالا بره، باز معادن افغانستان خب بخاطر زمین که مسلکی استخراج شوه، فرق نمیکنه اگر پاکستان هم ببره، ما در او بخش مشکل نداریم. اما از دید ما زیادتر اینجا که پاکستان یا قدر لطف کرده به افغانستان تشریف آورده، منفعت خودشان مطرح است و نیاز جدی برای سنگ زغال دارند و معادن افغانستان به می خاطر است که باید استخراج شوه. در طول همه قدر وقت از معدن افغانستان مردم افغانا استفاده درست نکرده، امید داریم که از تمام معدن افغانستان که در حدود 1400 نوع معدن در افغانستان داریم، به شکل درست، به شکل مسلکی و با در نظر داشت منافع ملی کشور، معدن استخراج شوه، پروسس شوه و به فروش برسه. و ما امید داریم که بعد از این پاکستان هم سیاستی که داره، فعلا هم صحبت ها روی جریان داره که بندر واگر هم روی تاجرای افغانستان باز میکنه، که از این طریق میدانه که تاجرای افغانستان پاکستان و بالاخره به هندوستان هم مال خود را انتقال بده، بنادر خرلسه و نمیفهم که بنادر ترخم و کراچی، تمام بنادر را که گفتند اسپین بولده که بنادرها به طور 24 ساعته و 12 ساعت باز می باشد و به همین سیاستی که پاکستان داره همراهش، فعلا ما مشکلات هست که بله خود دغه سیاستونه در پاکستان که چیرته وکتل شي په ټول دغه څو لسیزو کې دوی په وینا کې یو څه ویلي دي، اما په عمل کې بل شان ثابت کړي دي. خو اوس مهال ستاسو په نظر څه باور کیدلی شي او تر کومه بریده پورې په پاکستان باندې دغه باورمنتیا موږ پیدا کولی شو چې نور به د افغان لاریو په وړاندې، د افغان توکو د صادراتو په وړاندې دوی خنډ نه جوړیږي؟ او بل مثال عمل که چیرته دلته په یو لړ برخو کې یادونه ترسره کیږي، څومره اړین او مهم بللی شو؟ ما در بعض از جا یکون شهامت وزیر دفاع را که دیده رفتیم در مقابل پاکستان موضع گیری کرده، امید دارم که امی توافقنامه که به شکل کتبی باشه، مدون باشه، طبق از امی توافقنامه عمل بکنه، برای تاجر افغانستان، برای وسایط انتقالی و ترانسپورتشن متشبسین خصوصی افغانستان هم چیزی که در قرارداد تسجیل شده به همون ترتیب امرایشان برخورد شوه و این شکل دوامدار باشه، استمرار داشته باشه، این برای تاجر افغانستان و برای افغانستان بسیار مؤثر تمام میشه و با وجودی که برای افغانستان مؤثر است، برای خود پاکستان هم مؤثر و مفیدت خود را داره. دلیلش این است اگر بس معدن افغانستان را بگذاریم، همی فقط انتقال اموال پاکستان به آسیای مرکزی از طریق افغانستان بالاخره به قزاقستان و به مارکت های روسیه میره و نیاز جدی پاکستان است که در افغانستان یک ثبات ایجا تامین باشه تا اموال پاکستان هم از طریق آسیای مرکزی به مارکت هایی که نیاز دارند برسه و افغانستان هم تاجرش یگانه کشوری که میتونه با آسانی و با مصرف کم میوجات و ترکاریشان برسه و
پاکستان در بخشای مختلف که نیاز است، این برای پاکستان هم مفید است و برای افغانستان هم. اما مهمی است که پاکستان صداقت خود را نشان بده و از امارت اسلامی خواهش میست که می حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. وقتی که یک توافق نامه به شکل کتبی روی کاغذ به میان میه، اونمو باید به شکل درستش با در نظر داشت منافع دو طرف و حقوق و جایب دو طرف انجام شود. بله، اوس محل منگو تاسی بیا هم که چیر تا پا دغه وروستی سفر که ده دوارو پلاوی لیده کاته و گورو نی آواز دا چه دلتا ده لاریو ده تگ را تگ مسئله پاروندو مسئلو خبری تر سر شویدی ده دبروز کرو پاروندو مسئلو هم دوی لیو بل سر تم شویدی او ده افغانستان حکومت هم دیتا اشاره کرده چه دا دبروس کرو بیا بارا ټیټن نشي بلکې یو لړ اسانتیاوي برامینسته شي. اوس مهال افغانستان پاکستان لپاره د دې اړخ څخه څومره مهمه بللی شو که یو وخت افغانستان دوی لپاره ښه یو مصرفي مارکیټ و نن ورځ د دې ادعا هم کیږي چې له پاکستان نه د وارداتو په پرتله زموږ صادرات دغه هیواد ته زیات شوي دي. دا څومره په ښه فعال نیولی شو او څومره یو غټ اقدام دی؟ خب یکی از علتهای امی نشست و چیزی که اعلان شد نتیجه از این نشست که حیاتای پاکستان آمدن به افغانستان در رابطه با داد و ستاد دو طرفه است، یعنی تجارت در دو طرف باید افزایش پیدا بکنه، تسهیلات برشان فراهم شود، زمینه رفت و برگشت ترانسپورتشان و تسهیلات اداری و گمرکی برشان سهولت ها ایجاد شود تا هر دو طرف تاجرها بتانند که اموال خود را به ترتیبی که میخواهند و در موقعیتهایی که میخواهند، یعنی تنها در پشاور نمیتونه به تمام ساحات پاکستان و از پاکستان میتونه به تمام ساحات افغانستان این اموال انتقال پیدا بکنه و از طرف دولت هیچ نوع ممانعت هم صورت نگیره بلکه تسهیلات هم برش فراهم شود. بعض این منافع دو طرف را البته در بر میگیره و مشروط بری که در عمل هم چیز باشه که اینا فعلا در قرارداد تسجیل کردن و بعضی از متکلمین سیاسی ایره گفتن که زمین لرزی که در پکتیا و پکتیکا و در خوست شده ای بالاخره امو زباله هستوی پاکستان بود که در این منطقه سبب یک زلزله یا زمین لرزه محکم در پکتیا و پکتیکا و خوست شده، قسمی که در گذشته ها از روسیه در ترکمنستان میشد یا از ترامپ و مادر بمبار که در افغانستان در ولایت ننگرهار انجام داد. این را میگن اگر همچون موارد باشه، ما خواهش ما از بخشای تحقیقاتی و استخباراتی امارت اسلامی همیست که این موارد را زیر نظر بگیره که این وضعیت اگر به می ترتیب دوام بکنه قابل تحمل برای مردم افغانستان نیست. بله، در اوس محل در افغانستان گاونډي و هیوادونو ته که چیرته راشون و در افغانستان کانون و معدنونه تر هر څه زیات سرپټي پاتې شوي دي، دلته استخراج نه دی شوی، دلته هر نوع منرالي موادونه په افغانستان کې شتون لري. د چین لیوالتیا هم په دې برخه کې شتون لري چې د افغانستان په معدنو باندې پانګونه ترسره کړي. پاکستان خو عملاً وینو چې دغه صادرات ورته د ډبرو سکرو روان دي. د افغانستان موقعیت او دغو زیرمو ته په کتو سره موږ او تاسې که چیرتې یو هوسا او آباد افغانستان غواړو، څومره تمرکز ته پرې اړتیا لیدلی کیږي او څومره موږ او تاسې اوس مهال کولی شو چې د نړیوالو پام دې ته راجلب کړو، نړیوال دلته پانګونې ترسره کړي، نه یوازې دا چې پاکستان ته موږ او تاسې نن سبا صادرات لرو بلکې نور مارکیټونه هم خپلو منرالونو لپاره پیدا کړو. جناب بر آفیس بی بی کشورهایی که اروپایی هستند اونا دانستند که دارای یک کرنسی واحد شوه و منافع مشترک را اونا اعلان کردند و بعضی حتی پارلمان مشترک دارند و بالاخره داره یک زندگی مرفه دارند. اگر به می ترتیب کشورهایی که در آسیای مرکزی یا جنوب آسیا و افغانستان یک کشوری است که بالاخره آسیای مرکزی را به جنوب آسیا وصل میکنه، یک چهارراه اقتصادی است و از لحاظ جیوپولیتیک و جیوکانومی هم برای افغانستان خوب است و هم برای کشورهای زیدخل و همجوار افغانستان.
اگر این کشورها یک اندازه از تفکر و تعقل و تدبر کار بگیره، خصوصا کشورهای همسایه ما پاکستان، ایران، چین و بالاخره روسیه، که روسیه هم در این فکر است که باید یک تیوری امپراتوری پوتینیزم شکل بده و منطقه را یک اجماع شکل بده و اجماع منطقه ای را داشته باشه و در این منطقه یک امنیت را بیاره، بالاخره مو طرح کمربند راه ابریشم را عملی بسازند که هم برای پاکستان خوب است، هم برای افغانستان و هم برای کشورهای منطقه و بالاخره دو کشور قدرتی که در آسیا قرار دارند، چین و روس، برای اینا هم بسیار خوب است. اگر امنیت افغانستان یا سیاسیون افغانستان که فعلا زعامت بر دستشان است، اینا یک اندازه از توازن قدرت کار بگیرند و با از متخصصین و دکتورین اقتصاد و سیاست یکان نظر بگیرند، من امیدوار هستم که در طی 20 سال یا 30 سال افغانستان از دبی کرده پیش قدمی میکنه. بله، در کدرونو یادونه موکرو د متخصص و کسانو اوس محل په اسلامی امارات که دغه چاره په کوم حد کې لیدل شو؟ تا جایی که من میبینم امارات اسلامی بزرگایش اراده سیاسی داره، ما با وزرای مختلف، اکثر وزرای کابینه امارات اسلامی از نزدیک دیدن کردیم، همشان به می اراده هستند که مکاتب دخترانه باز شود، تعامل ما با دنیا درست شود، ما مسیاست گیونتک را باید پیش بگیریم. اونا برای پیشرفت و رفای افغانستان زیاد علاقمند هستند، اما ما نتیجه کار می بینیم وقتی که در طی 11 ماه امارات اسلامی قدرت را گرفته کارهای خوب را زیاد انجام داده، اما او کاری که مشکل اساسی مردم افغانستان را حل میکنه، او کاری که مردم افغانستان واقعا فعلا امرایش دست پنجه نرم میکنه، در اوج امارت اسلامی عقبگرد داشته، خصوصا در بخش های مسائل اقتصادی. اگر اینا واقعا از امو متخصصین اقتصادی یا سیاسیونی که تعامل دنیا را زیادتر بلد باشند، که هم معلومات اسلامی داشته باشند، هم معلومات سیاسی داشته باشند و هم اقتصادی، اگر از اون مردم ها کار بگیره، کار میگرفت در طول 11 ماه با وجود که کمک های هنگفت به افغانستان صورت گرفته، این وضعیتی که فعلا جریان داره در افغانستان، ما از این وضعیت کرده در یک حالت بهتر می بودیم. اما من امیدوار هستم و پیشنهاد من برای امارت اسلامی این است که او کسایی که دانش اقتصادی دارند، دانش سیاسی دارند، یک کمیته جور کنه امارت اسلامی که هم علمای دین در او باشه، هم افراد مسلکی باشه، یک گزارش یا یک طرح را بده برای امارت اسلامی که از این وضعیت منزوی شدن سیاسی و اقتصادی امارت اسلامی کدام راهکارها را در نظر بگیره که از این انزوا افغانستان بیرون بیاید، راه های حل را برای امارت اسلامی پیشنهاد بکنه. در غیر از او ما در حدود 198 مملکت در سازمان ملل متحد داریم که یکیش افغانستان است و 197 کشور افغانستان را به رسمیت نمیشناسه. این معنایش است که بعضی وظایف را که در طول 11 ماه افغانستان انجام میداد تا هنوز انجام نداده. اگر این کمیته دایر شود و در عملکرد امارت اسلامی و در تعاملش با دنیا یک اندازه تغییرات را بیاره و تعاملات را انجام بده که اگر ما در یک انزوا پیش بریم، این به خیر مردم افغانستان نیست، به خیر ملت نیست. امارت اسلامی خب به هر شکل باشه مشکلات خود را حل میکنه، معاشات خود را میگیره، مصارف لوجستیکی برش آماده میشه، از پول 10% خدمت کردیت کارتا مصارفشان تامین میشه، پولای گمرکات برشان است، پولای معادن برشان است، مشکلات خود را رفع میسازه. اما زجر اصلی را ملت میبینه. فقط به خاطر رفع نگرانی های ملت افغانستان امارت اسلامی امی کمیته را جور بکنه، با دنیا تعامل بکنه. بعضی چیزایی که دنیا از امارت اسلامی میخواه، فکر کوم له ښاغلي چکري سره مو په اړیکه کې ستونزه راولاړه شوله. لا خو بیا هم هڅه کوو تر څو ښاغلی چکري له ځانه سره ولرو او افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ د لوړ پوړي پلاوي د
لیدو کاتو پاروند مسئله یو زل بیا دوی څخه جزئیات تر لاسه کما دا چې د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت هم یادونه کړې چې د پاکستان لوړ پوړي سوداګریز او اقتصادي پلاوي سره یې هوکړه کړې ده چې د افغانستان سوداګریزو توکو او لاریو د تګ لپاره به دوی زمینه مساعدوي چې د پاکستان بېلابېلو برخو ته تګ راتک په ازادانه توګه کولی وشي. او بله ستره مسله دا وه چې افغانستان کې چې کله به هم د تازه میوو فصل را ورسېد چې نن سبا یې هم د تازه میوو یو ښه موسم او ښه فصل دی، موږ هم اړتیا لرو تر څو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې هیوادونو ته خپل صادرات ولرو. په دې برخه کې هم ګڼې ستونزې موجودې وې په تیر کې، خو اوس مهال د اسلامي امارت په راتګ سره ویل کیږي چې دلته د ډیرو ستونزو مخنیوی ترسره شوی دی او دغه راز اقتصادي پلاوی که چیرته تګ راتګ ترسره کوي تر ډیره به دې ته زمینه مساعده کړي چې رښتیا هم له پاکستان سره د افغانستان اړیکې ښې کړي او همداراز د واګې بندر له لارې هند ته هم د افغانستان محصولات رسېدلی وشي. د افغانستان اقتصادي زیرمې هم هغه څه دي چې هم د سیمې هیوادونه او هم نړۍ ورته اړتیا لري، ځکه چې په ټولې نړۍ کې دا قانون استخراج شوی دی یا هم دغه استخراج پکې روان دی، خو د افغانستان قانون لا هم سرپټې پاتې شوی دی او د ټولې سیمې سترګې هم افغانستان ته له همدې اړخ څخه دي چې افغانستان یو اقتصادي ثبات ته رسېدلی شي، خو که چیرته امن و امان وي او دلته یو باثباته حکومت وي. خو اوسمهال چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی تر ډېره بریده پورې امنیتي وضعیت کنټرول دی، بیلابیل بهرانیان او بیلابیل بهرانی کمپنۍ هم لیوالتیا لري تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان دغه زیرمې هم د ځان لپاره یو څه ناڅه په ګټې تمامې کړي او هم د افغانانو ته یو څه ناڅه له ځانه سره ولري. خو اساسي پوښتنه دا ده چې د افغانستان د کانونو استخراج اوس مهال تر کومه بریده پورې مسلکي دی او څومره اړتیا لیدلی کیږي چې باید له نړیوالو پرمختللیو کمپنیو سره په دې اړوندو مسایلو باندې خبرې وشي او دلته یې تړونونه لاسلیک شي تر څو وشي کیدلی د افغانستان کانونه په معیاري توګه باندې استخراج شي او له ضایعاتو څخه هم مخنیوی شوی وسي او د افغانستان اقتصاد هم په پښو ودروي. دا هغه څه دي که چیرته بیا هم درون میلمه سره په بحث کې وصل شو بحث به پرې وکړو او که بیا هم ونه شو نو راتلونکو خپرونو کې بیا هم غواړو چې په اړوندو مسایلو له تاسو سره جزئیات شریک کړو. راګرځو په دې سره نو خپرونه پای ته رسوو. همکاران اشاره کوي چې زموږ درون میلمه پر لیکه نه دی او اړیکه کې ستونزه ولاړه شوې ده. په دې سره راګرځو خپرونه هم پای ته رسوو. له تاسې هم منندویم لیدونکو، پاتې وخت مو په خیر.